دوستان خوبم سلام خیلی خوشحالم که کلاس با شما ادامه میدم مبحثی که امروز میخوایم راجعش صحبت کنیم فکر میکنم که سوال خیلی ها بوده و بالاخره نوبت بهش رسید و اون کوک کردن و رگلاژ گیتار هایی که ترمول بارشون ثابت نیستن و حرکت میکنن مثل برند فلوید روز و یا حالا مشابه میخوایم راجع به این صحبت کنیم اول اصلا کلا بگیم که چجوری میخوایم باید باید پس یه مقدمه خواهد داشت که سیم چجوری تعویض میشه و اینا دیگه که مفصل براتون صحبت صحبت میکنم و امیدوارم که براتون مسمر ثمر باشه فرض میکنی بچه من نتونستم راستش رو بخواین اصلا اینکه انقدر طول کشید که این ویدیو رو بگیرم بیشتر به این خاطر بود که من میخواستم گیتارم سیم نداشته باشه بعد بیام سیم بندازم همه روند و فیلم بگیرم و اینها و واقعا این کار برام زمان بر میشد و میسر نبود و خب سیمای های گیتار هم همشون از دم نو بودن دلم نمیومد که بکنم دوباره اینا خب الان میدونی که بچا سیم گرون شده و اینجوری نیستش که شما دیگه مثل سابق همینجوری عشق سیم هم بس کنین دیگه بعد چی بشه که شما سیم دیگه داره واقعا جر میخوره شما سیم تعویض کنید بنابراین من دیگه یه مقدار تئوریکال توضیح میدم دیگه عملیاتی براتون دونه دونه فیلم بگیرم نمیگم ولی ایمان دارم که یاد میگیرین که چی کار کنیم ما دو دست بریج داریم بریج کجاست این این ته گیتار بهش میگم بریج ما دو دسته داریم یکی بریج هایی که ثابتن پیچ شده و اصلا تکون نمیخوره سیم میاد و میره یکی هم بریج هایی که متحرکن بریج ثابت که کار خیلی راحته این پشت گیتار اگه بریج ثابت باشه سیم گیتار رو از این زیر رد میکنین سیم گیتار از جمعیت میاد بیرون سیم گیتار رو اینجوری برق میبرین دونه دونه میکنین تو این سوراخی که اینجا داره بعد اینو سفت میکنین سیم سفت میشه همه سیما همه سیما رو اینجوری از این ته می‌کنین از اینجا سرش در میاد میبرین می‌برین اینجا این تو این سوراخه میکنین، و این پیچ رو سفت میکنین. همه سیما سفت میشن بعد تیونرتون رو روشن میکنین دونه دونه سیم ها رو مینوازین وقتی بریج ثابته دیگه گیتار کوک میشه هیچ مشکلی هم نداره چون این برش ثابته مشکل اصلا یعنی چی مشکلی نداره یا مشکل داره اصلا مشکل یعنی چی و میخوایم چه مشکلی رو برطرف کنیم مشکل یعنی اکشن گیتار اگه فرض کنید که این گیتار من فاصله سیم با فرت هاش الان به نظر مثلا زیر یک میلیمتر میاد یا حوالی یک میلیمتر فرض کنید که می میکنم فرض کنید که این اکشن که یعنی فاصله سیم تا فرت برده زیاد از حد بالا باشه شما باید خیلی به سیم فشار بدین تا صدای سیم در بیاد یا اینکه خیلی دیگه چسبیده باشه همه صدای گز میده اصلا دیگه نمیشه باش گیتار زد پس این یه این یه ایدئالی برای هر کی داره حوالی یک میلیمتر الا دو میلیمتر مثلا ایدئال برای همه تقریبا دیگه هر کی استاندارده استاندارد خودشو برای اکشن داره ما میخوایم به این استاندارده برسیم در گیتارهای بریج ثابت خیلی راحت به این رسیم ساعت چک بکنم آره خیلی راحت به این میرسیم باید بچا این تایم ها رو حواسم نبود که تایم ویدیو رو چک بکنم چون که هر 20 دقیقه کات میزنه من اگر که 5 دقیقه پیش صحبت کرده باشم که میشه 18 باید 37 این ویدیو رو قطع کنم که دوباره رو بگیرم و میمونه 37 خب بریج ثابت مشکلی نداره شما سیم گیتارتون که سفت شد کوک شد دو تا پیچ انتها داره در بریج های ثابت اینا رو با پیچ گوشتی سفت و شل بکنید دسته سیم ها اکشنشون فاصله سیم با فرید بورد کم و زیاد میشن به همین راحتی تمام اما میرسیم سر این دسته گیتارهای و بار مجددن اینو دیگه باید دقت کنیم مجددا شروع میکنیم از صفر میخوایم سیم بندازیم و کوک کنیم و اکشن رو تنظیم کنیم ابتدا سیم ها رو دونه دونه از اینجا رد میکنیم میاد بالا میبندیم داخل این گوشی های بالا و سفت میکنیم سیما مثلا سفت میشه هنوز کوک نکنیم ولی تقریبا سفت شده یعنی سیما اینجوری میکشیم تقریبا سفته میریم سراغ کوک کردن چه اشکالی پیش میاد تو این گیتارها این گیتارها پشتشون رو ببینید فنر دارن این ترمولوباری باری که اینجا داره این دسته که به دست ویبراتو و اینا معروف حالا اسمای مختلف این دسته وقتی شما اینو بالا پایینش میکنی نیا کنی این فنره داره باش بالا پایین میشه فنره شلو سفت میشه در واقع این بریج از پشت با این قطع فلز به این فنرها متصل میشن و این فنرها با دو تا پیچ به بدنه گیتار سفت میشن که شما وقتی که این ترمولوبار رو بالا پایین میکنید این بر فیکس بسته است با این پیچ ها ولی این فنرها قابلیت بازی کردن رو دارن پس این ترمولوبار ما این بریج ما فیکس نیست ثابت نیست بلکه متحرکه پس من اگه از اون ور سیم گیتارم رو سفت کنم حدس میشه زد که این بریج بیاد بالا این فنرا ارتجایی هستن اون من سیم ها رو سفت کنم این ترمولوبار این حالت رو به خودش میگیره نیا کنی شیب دار میشه با خودش میاد بالا اون برای من هی سفت میکنم این برای هی میاد بالا این من هی سفت میکنم میخوام سفت کنم هم رو کوک کنم دیگه این میاد بالا اوکی میاد بالا خب اشکال چیه؟ چه؟ خب بیاد بالا سیم ها به این ترمولو بار متصلن اگه این ترمولو بار بیاد بالا سیم ها هم باش میان بالا و اکشن میاد بالا اون چیزی که ما نمیخوایم ما میخوایم حد دل امکان تا جایی که میخوایم پایین باشه بنابراین این ترمولو بار یه زاویش باید با بادی گیتار صفر درجه باشه این ترمولوباریه که شما باش بازی میکنین یه کف داره این کف میتونه این زاویه این زاویه زوایای مختلفی بگیره. ببینید من اینو وقتی بخوابونم این هی زاویه میگیره خود بریج خود بریج هی زاویه میگیره این زاویه باید صفر درجه باشه نه شیب به این سم نه شیب به این سم باید این ز... اینجا باشه یعنی شما در نهایت باید گیتار رو وقتی کوک میکنید سفت میشه همه چی میلار سول سیمی مثلا کوک استاندارد میکنید بریجتون باید صاف صاف باشه ولی شما وقتی سفت میکنید اون اومد بالا اومد پایین اومد بالا بازی میکنه میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اینو باید چیکار کنیم پس کاری که در نهایت میخوایم بکنیم اینه که ما میبایست گیتارمون کوک شده باشه و بریجمون زاویه صفت درجه داشته باشه اگه این کار رو کردیم کار تمام شده است برای این کار باید چیکار کنیم شما کوکو میکنین گیتارتون رو کامل کوک شد ولی بریج بریجتون مثلا سی درجه به زاویه گرفته میریم این پشت با این پیچ ها بازی میکنیم این پیچ ها رو وقتی سفت میکنید وقتی این دوتا پیچ عقب که اتصال این فنرها به بادی گیتار است این دوتا پیچ رو سفت میکنید میبینید که این بریج کم کم داره از این زاویه سی درجه هی کم میشه هرچی شما سفتر میکنید این فنره رو فشرده تر میکنه دیگه نه فنرها رو فشرده تر میکنه بیشتر فشار نیرو وارد میکنه به این بریجتون و بر به حالت سفت درجه اما اما اگه من خیلی بپیچونم که دقیقا بشه صفر درجه یه بار دیگه بزنم میبینم کوک من از می عبور کرده شده فادیز چرا اینجوری شد؟ میگم حتما شده دیگه میرم دوباره کوکم رو شل میکنم که برگرده به می دیگه شل میکنم میرم ا بریجه رفت پایین قبلا مثبت سی درجه بود حالا دیگه چون شلش کردم رفته منفی 15 درجه شده باشه حالا چی کار میکنم؟ حالا اینا رو باید شل کنم دو تا پیچ پشتی رو که این حالت منفی 15 درجه بشه صفت درجه یه دو درجه شل میکنم پیچه ها رو میگم خب دیگه الان دیگه صفر شد دیگه حالا میرم میزنم میرم ا شد ردیز به جای می یعنی یه سر کوک شل شد حالا سفت میکنم میرم ا یه ذره اومد بالا چقدر این بار ده درجه میگم باشه از این بر دوباره سفت میکنم یه دور پیچ صفر کنم میشه صفر درجه میگم حتما حل شد دوباره میزنم ا یکم از می گذشته هی شل کن صفر کن شل کن صفر کن با زوایای با بازی کردن با اینها چند دور و با سعی و خطا ابتدا مثبت سی درجه میشه صفر کوکش ولی سفت شده کوکو یه خورده شل میکنین میبینین ا شد منفی 15 درجه حالا میرین پیچای پشت رو سفت میکنین میشه سفت درجه کوک میکنین میبینین ا شده مثلا فا یا ردیز حالا سفت میکنین از میخوام میشه ردیز حالا سفت میکنین کوک درست میشه ولی 15 درجه زاویه میگیره ولی 15 به جای سی حالا از اون پشت پیچوش سفت میکنین میشه سفت درجه ولی کوک شده یکی که می گذشته یعنی از می عبور کرده حالا یه خورده کوکشو شل میکنین میشه منفی پنج درجه بریج ولی اون بر کوک نیست حالا پیچ پشت و شل با بازی کردن با این پیچ و با این گوشی های بالا برای کوک کردن شما چار پنج دفعه ابتدا شاید هفتش دفعه هی hey, اون ورش صفر کن چون در نهایت میخوایم بریجو رو درجه کنید دیگه میخوایم بریج رو درجه کنید بریجو صفر شده تحویل باید بدیم یعنی کوک می لا ر سل سی می به علاوه صفر درجه کار تموم شده است هی hey, باید چندین بار اون ابتدا شاید یکم بیشتر زمان ببره مثلا هفتش بار باید هی hey, شلکن کن سفت ولی بعدا یه خوری که تجربه کسب کردین دیگه بیشتر راحت تر خواهید توانست که این کار رو با سعی و خطای کمتری به این درجه برسین هی hey, با شل کردن و سفت کردن این دو پیچ و کوک کردن گیتار هی hey, کن سفت کن شول کن،, کن شما اون زاویه اصلی میرسید حالا من توانستم کوک مورد نظرم رو با بریج صفر درجه یکسان کنم دو تا پیچ داریم اینجا که مثل آلن تور هستن پیچ های معمولی نیستن با این دوتا پیچ و با آلن مخصوص خودش میتونیم این دو تا پیچ رو شل و سفت کنیم که اکشن رو بالا و پایین کنیم پس ابتدا سیم ها رو میندازیم بعد سیم ها رو سفت می کوک می با بازی با این پیچ ها و کوک کردن های مجدد ترمول و بار رو بر زاویه مثل این که من الان کردم صفر درجه می حالا اکشن مورد نظر رو با این دوتا پیچ آلن فیکس می که چه اکشنی مورد نظرمون است اگه می اکشن رو پایین بیاریم این پیچ ها رو سفت می و اگه میخوایم اکشن رو بالا بیاریم این پیچ ها رو شل میکنیم و تمام خب حالا این پیچ به چه کاری میاد این پیچ بچه ها شما ابتدا که میخواین کوک کنین و رگلاش کنین و هر کاری که میخواین بکنین اکشن درست کنین هر کاری میکنین این پیچ ها باید شل شل باشن شل شل اوکی من گیتارم رو کوک کردم تیون کردم اکشنش مورد نظر خودم کردم این بریج رو صاف کردم همه چی تموم شد حالا شما میدونی که از اینجا باید کوک میکردین درسته؟ یعنی از این پیچ ها کوک میکردین این بار همه چی که فیکس شد صد درصد شد یک روز با گیتارتون زدیم، چون سیم نو هنوز اونجوری ثابت نشده میزان ارتجایتش به صفر برسه یعنی شما سیم رو وقتی که نوعه وقتی بند میکنین یک درصد بد... مثلا دارم میگم یک درصد حالا عددش نمیدونم که استانداردش چقدره یه میزانی سیم از حالت الاستیسیته خارج میشه تا به فیکس ترین ثابت ترین حالت خودش برسه یه روز طول میکشه چند ساعت طول میکشه خیلی تو مقدماتش نریم خیلی تو مفهومش نریم شما یه روز باش بزنید با این گیتار با این گیتارتون یه روز بزنید بزنید قشنگ کوکاشو رد کنه کوکی رد میکنه دوباره کوک کنین دوباره از این ور از اون ور همه چی یه روز بزنین بگذره هی hey, بزنین دارم میگم اون ابتدا ممکنه گیتارتون کوک رد کنه دوباره کوک میکنید اکشن اکشن این پیچای پشت همه چی که بعد از یک روز فیکس شد تموم شد خیالتون راحت شد 100 سالم با گیتارتون بزنین هیچ اتفاقی براش نمیفته این پیچ ها رو اون روز سفت می کنید و از اون به بعد تغییرات کوک رو با اینها با این پیچ ها انجام میدین اگه کوکتون یه کمی شلو سفت شد کم و زیاد شد با این پیچها ها با شلو سفت کردن این ها گیتارتون رو کوک می کنیم. پس این پیچ هم کارش اینه که دیگه این گوشی ها رو از کار میندازه با سفت کردن اینها دیگه این پیچهای پایینی هستن که گیتار رو در واقع کوک میکنن خب ما امروز چی یاد گرفتیم ما امروز با هم یاد گرفتیم چگونه فیکس بریج بریج های ثابت رو کوک کنیم که بسیار ساده است و اکشنش رو تنظیم کنیم که با اون دو پیچ بسیار ساده و گیتار های فلود روز دار یا لزوما نه حالا برند فلوید روز باشه بخواد هر برندی ولی با بریج غیر ثابت و متحرک این کار رو انجام بدیم امیدوارم که براتون مفید بوده باشه من حالا در آینده اگر که یه روز خواستم سیم عوض کنم این مراحلی که برای شما توضیح دادم و دیگه همه رو فیلم میگیرم ولی الان گیتارم سیماشون نو هستن و دلم نمیاد که ب... چون در بیاری بندازه دوباره دیگه اون حالت قبلی رو نداره سیم باید یک بار اون کشیدگی درش ایجاد شه اگه سیم نوعی حیفه که شما باز کنین دوباره بندازین چون احتمالاً سرشم بریدین اون بالاهاشام دیگه اینجور اینجوری اینجوری کردین و پیچ پیچی شده دیگه اون سیم به راحتی سیم سابق نمیشه ولی من اگر که یک بار خواستم که سیم عوض کنم براتون دوباره یه فیلم دیگه میگیرم که این توضیحات شفاهیم رو عملیاتی ببینین امیدوارم براتون مفید بوده باشه مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار